در اینجا نگاهی داریم به صفحات یک روزنامه ها، مهمترین گزارش ها، مصاحبه ها و یادداشت های مطبوعات با همکارم فرزانه بصرپور که اینجا در استودیو داره ما رو همراهی میکنه. فرزانه، بقیه روزنامه ها رو از تو بشنویم. بله، وقتت بخیر. خب ماجرای شاسی بلند ها ماجرای پرخبر و حاشیه‌ای در روزنامه ها، چون این دعوای جریان راست در خصوص موضوع شاسی بلند هایی که مجلسی ها گرفتن معلوم شده، الان دولتی ها هم گرفتن، سازمان بازرسی قوه قضاییه گرفته، کارکنان صدا و سیما گرفتن، خلاصه همه شاسی بلند نشین شدن به قولی. این هست که روزنامه ها راجبش خیلی گزارش دارن، اما در این حال روزنامه های نزدیک به حکومت که به هر حال این رسوایی درون قدرت یک دست حاکمیت به وجود اومده، گرفتار اینن که چطور این رو بتونن لاپوشونی کنن. به تعبیری روزنامه کیهان دیدم حسین شریعت مداری نه تنها امروز در تیتر روزنامه، تیتر صفحه یک، بلکه در یادداشت اصلی روزنامه هم به موضوع شاسی بلند ها اشاره کرده. در صفحه یکش گفته حالا چه شاسی بلند ها رو گرفته باشن چه نگرفته باشن، این مدعیان اصلاحات هستند که دارن سواری میگیرن، به خاطر اینکه به حال از نگاه مدیر مسئول کیهان این یک به حال حواشی که ایجاد کرده، فرصت ایجاد کرده برای حالا جریان اصلاحات که بتونن انتقاداتشون رو مطرح کنن. اما از طرف دیگه کیهان برای اینکه به هر حال ماجرا رو به یک سمتی ببره که یک واکنش نشون بده، اومده گفته که همونطوری که علی خامنه ای به هر حال در فسادهای مختلفی میگفت کشش ندهید، الان کیهان هم سردبیرش حسین شریعت مداری گفته که اینها مسئله اصلی نیست، حواشی طرح دشمن، عملیات فریب، نبایستی بهش پرداخت. یه جورایی در واقع رسانه های حامی رو به سکوت دعوت کرده در این خصوص و اینکه نبایستی بیش از این پیگیریش کرد. اما معلومه که موضوع فقط به شاسی بلند ها محدود نمیشه. الان روزنامه آسیا یک توضیح رانت دیگر رو در بانک ها گزارش کرده، اینکه تسهیلاتی که قرار بوده برای نهضت ملی مسکن بانک ها اختصاص بدن به حال مردم، گویا بانک ها اون رو به افراد مرتبط به خودشون و کارکنان خودشون اختصاص دادند و این هست که تسهیلات بانک ها به خودشون رسیده. روزنامه آفتاب یزد هم گزارشی داره از اینکه یک ماه پیش 500 تن گوشت با کیفیت خوب و قیمت هر کیلو 80 هزار تومان برای تنظیم قیمت بازار وارد استان یزد شده، اما معلوم نیست این 500 تن گوشت کجا رفته، چون نه دست مردم رسیده نه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رو توزیع کردن. وقتی هم که خبرنگار روزنامه آفتاب یزد به جهاد کشاورزی زنگ زده که پرسجو کنه، اونا گفتن این اطلاعات مربوط به مراکز گوشت و مرغ محرمانه است. این هم به حال اتفاق جدیدیه که در کشور میفته. روزنامه دنیای اقتصاد یادداشتی داره از آقای موسا غنی نژاد اقتصاددان که معتقده که ما روی خط بیپایان فساد هستیم. اشاره هم کرده به فسادهای متعددی که به لحاظ بانکی از دهه 90 به این سو افزایش پیدا کرده و دلیلش هم بخشش به رشد مؤسسات مالی اعتباری بوده. اما روزنامه تعادل راجع به این آمار جدیدی که از تورم بالاخره بعد از 2 ماه منتشر شد گزارش داده و گفته این تورم بهمن ماه آب رفت، چون گزارش جدیدی که بانک مرکزی منتشر کرده با گزارش قبلی همین در واقع مجموعه در تناقض هست و کمتر از رقم تورم قبلی رو نشون میده. البته این رقم هایی که اساساً بانک مرکزی ارائه میده از نگاه کارشناسان آمار واقعی نیست و دستکاری شده است. روزنامه شرق رو ببینیم که به موضوع لایحه نحوه برگزاری تجمعات
پرداخته، لایحه‌ای که به باور روزنامه شرق یک هفت خانی از ممنوعیت‌ها رو برای برگزاری تجمعات ایجاد کرده. در جریان اعتراضات سال گذشته وقتی مردم از حق اعتراض و حق تجمع بنابر اصل قانون اساسی، اصل 27 قانون اساسی صحبت می‌کردن، دولت مدعی بود که ما بایستی نحوه برگزاری این تجمعات رو معین کنیم. الان لایحه‌ای که داده شده نشون میده که اتفاقاً یک ضوابط جدید ایجاد کردن برای ممنوعیت بیشتر، از جمله اینکه تعداد شرکت کنندگان نباید بیشتر از 300 نفر باشه. از اون طرف برگزار کنندگان موظفند قبل از 20 روز تا 5 روز قبل از تجمع درخواستشون رو به یک سامانه بفرستن، اونجا ثبت کنن، بعد سخنرانانشون رو معرفی کنن، شعارهاشون رو بگن، همه جزئیات رو بگن، حتی تخمین هم بزنن که چند نفر ممکنه توی تجمعشون شرکت کنن. حالا اگر با همه این اوصاف مجوزی گرفتن، باز نیروی انتظامی در حین تجمع اگر تشخیص بده میتونه تجمع رو متوقف کنه و بعد خبرنگاران اجازه با در واقع پوشش دهی رسانه این تجمعات رو به شکل آزاد ندارن. خلاصه بگونه ای شده که در گزارش دیگری در همین روزنامه شرق از میلاد علوی خوندم که معتقده این تجمع در این لایحه در واقع به معنای ممنوع شدن تجمع هست. صفحه بعدی شرق رو ببینیم، گفته تجمع ممنوع مگر به تشخیص ما. گزارش میلاد علوی میگه که اینها عملا تجمعات مردمی رو فقط ممنوع کردن و یا اینقدر براش ضوابط گذاشتن، وگرنه سازمان تبلیغات اسلامی همچنان میتواند تجمعات خودش رو برگزار کنه بدون که اصلا نیازی به مجوز داشته باشه. روزنامه اعتماد یادداشتی داره از آقای علی مجتهدزاده حقوقدان که نگاهی داشته بر این لایحه و معتقده که این تلاشی بوده برای تثبیت قانونمند کردن ممنوعیت تجمعات اعتراضی، به خاطر اینکه ما پیش از این همین ضوابط ممانعت کننده و سلب کننده تجمعات اعتراضی رو داشتیم اما تا الان قانون نبوده، الان دارن اون رو تبدیل به قانون میکنن. روزنامه شرق راجع به بحث ماراتون زنان در شیراز نوشته، اینکه زنان دویدند، رئیس فدراسیون در دو میدانی استعفا داد. صفحه یک صفحه ورزشی شرق تصویر بزرگی از این زنان و در واقع 350 زنی که بدون حجاب یا با پوشش به حال ناکامل به تعبیر روزنامه در این ماراتون شرکت کرده بودند و شکست سیاست حجاب رو در گزارشی از روزنامه جوان هم میتونیم ببینیم که گفته کارخانه هایی که وام و ارز میگیرن اما یک متر چادر تولید نمی کنن. این به نظر میاد که کاهش مصرف چادر باعث شده که حتی کارخانه های تولید چادر هم تلاشی برای تولید اون نداشته باشند. دست آخر نگاهی داشته باشیم به روزنامه آفتاب یزد که از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب با توجه به شرط و شروطی که برای سوریه گذاشتند صحبت‌های حسین کنعانی مقدم رو پوشش داده، کارشناس مسائل سیاسی، که اون معتقده که سوریه نیاز داره برای پیوستن به اتحاد عرب و برخلافش اتحادیه عرب چه نیازی نداره و الان سوریه بعد از این ما با یک سوریه جدید یا پسادائش مواجه هستیم که این سوریه جدید بایستی مناسباتش با ایران رو تغییر بده، احتمالاً فاصله بیشتری از ایران میگیره و چون همین الان هم از ایران خواسته که اگر قرار رابطه داشته باشن بایستی توقع این رو داره که کمک‌های اقتصادی ایران به سوریه برای بازسازی افزایش پیدا کنه. اگر ایران نتونه این کمک‌ها رو بکنه سوریه احتمالاً از ایران بیشتر فاصله میگیره و به تعبیر آقای حسین کنعانی مقدم روابطش رو میخواد با اروپا و آمریکا گسترش بده و در واقع ما با سوریه جدیدی مواجه خواهیم شد.